نظر شما در مورد اعلام کابینه جدید طالبا و کسایی که در این کابینه شامل هستند چی است؟ Well, کابینه شامل محافظین سابق است. اکثر آنها مشاورین پیشین مولا محمد عمر هستند و کسانی هستند که سالهاست با طالبان کار می کردند. جالب این است که وزیر داخلی این کابینه رهبر یک شبکه است که از جانب ایالات متحده من حیث یک گروه تروریستی شناخته شده است و این کابینه شامل زنان نیز نیست و نه وزارت امور زنان در آن وجود دارد و نه نمایندگان اقوام مختلف و اقلیت‌ها در آن شاملن بجز چند تاجک همه این افراد اعضای گروه خود آنهاست طالبان سال هاست که با گروه حقانی همکاری دارد و نباید تعجب برانگیز باشد که این مغایر با آن چیزی است که طالبان می گفتند و شما فکر می کردید که این حکومت ممکن یک حکومت مسلحت آمیز باشد ولی این کابینه آنگونه نیست در بین اعضای کابینه جدید طالبان سراجدین حقانی عنوان وزیر داخله تعیین شده است نظر شما در این مورد مشخصا چیست؟ Well, as I noted, again, he's the leader of a group that is designated as a terrorist entity by the United States. حقانی رهبر یک شبکه است که توسط ایالات متحده من حیث شبکه تروریستی شناخته شده است و این انتخاب برای امریکایی ها جالب نیست و این تقریبا مانند یک اعلامیه از سوی طالبان به جهان است که ما هر کسی را که بخواهیم در آنجا قرار می دهیم و برای ما مهم نیست که جامعه جهانی و ایالات متحده در مورد آن چی فکر می کند. این در حال است که آنان شدیداً به ما نیاز هم دارند به کمک مالی و نقدی و بشری و دیگر چیزها. Many neighboring countries کشورهای همسایه افغانستان با ایتیاد در قسمت برسمت شناختن حکومت طالبا برخورد میکنند. نظر شما در مورد کشورهای همسایه و برسمت شناختن حکومت طالبا چی است؟ به خصوص ایران و روسیه و چین و پاکستان که حامی طالبا هستند. هر کدام این کشورها علایق خود را در افغانستان در ارتباط با طالبان دارند. روسیه تا حد نگران است که صادرات مواد مخدر افغانستان از طریق آسیای مرکزی بیشتر خواهد شد و نمی خواهد شاهد جنگ داخلی باشد و نمی خواهد که گروه افراطی افرادی اسلامی به کشورهای آسیای مرکزی جاگزین شوند. در این حال نوع رضایت هم از سوی روسیه در قبال اینکه ایالات متحده افغانستان را ترک کرد وجود دارد و شما می توانید همچنان انتظار داشته باشید که طالبان با نوع رابطه و مشروعیت از سوی چین نیز نگاه می کند که معلومدار چینایی ها بسیار علاقمند معادن و منابع افغانستان هستند. به نظرم باید بار دیگر بگویم که حکومت طالبان یقینا نحو حکومت نیست که طبق گفته سخنگوی این گروه نماینگر نوع مصالحه و همشمول باشد پاکستان واضحا به شبکه حقانی طالبان و شمار دیگر از گروه ها اجازه داده است تا مراکز خود را در آنجا برای سالها داشته باشند که علت آن روی دلایل مختلف است رئیس استخبارات پاکستان فقط چند روز بعد از تصرف افغانستان توسط طالبان در کابل بود و اتهامات نیز روی کمک نیروهای پاکستان به طالبان در پنشیر وجود دارد در حالی که واضح نیست که در پنشیر چه می